از بر نخت این سرزمین. باب قول معروف، مرغ نودادن نخت این سرزمین، سرمایه ملت ایران، به جنگ سرهای بین المللی هست که جمهوری اسلامی حمایت بین المللی رو گرفته. خیال کردی چی؟ مگه شاه ایران مگر سرسپرده بیگانه نبود؟ هموطنان گرامی، من که افتخارم به پادشاه ایران، به پادشاهان ایران هست که من چشمم رو روی واقعیت نمی پوشونم. ولی این سرسپرده ها از اون جا که ملی بودن گفتن آقا ما دیگه نمی کنیم، ما ملتمون رو نمی فروشیم، ما سرمایه ملتمون رو دیگه مفت نمی دیم. همون جا گفتن هی باید بریم نوکرمون رو عوض می کنیم، نوکری میاریم که در ظاهر وایسته به ما خوش بده، در باطن هم هر به قول معروف تو سرش هم میزنیم، هر چی که ازش بخواییم ازش بگیریم. اگر شاه ایران نوکر خوبی بود که با خمینی تعویضش نمی کردن. تاریخ رو نمی دونید، واقعیت رو نمی دونید. همون سرنوشتی که رضا شاه بزرگ دوچاره شد، شاهنشاه هم شد، انگلیسی ها بردن سرکار با مدیگه نمیدن باید. گفتن نمیدی باید بری. اگر میخواست نوکری رو بپذیر رضا شاه بزرگ، الان چه میگن همزاد که زنده بود توی ناز و دکتر و نعمت زندگی میکرد. هزاران هزار نفر کنسر میگیرن و سرطان میگیرن، 20 سال 30 سال یارو سرطان داره میمیره، پادشاه ایران سرطان گرفت، امروز فردا مرد. اگر نوکرشی خوبی بود الان هم مونده بود. نوکر خوب خمینی و دار دستشه، منتها ما بینش این رو نداریم که بتونیم انالایز کنیم. گفتم که از هم گسیختگی عجیب غریبی این ملت رو گرفته. ما نوکری احمدی نژاد رو نمیبینیم، نوکری شاه ایران رو میبینیم. اگر نوکر هم بود که بابا خیلی سر بلند و با افتخار بود که یارو از اسپانیا دنبالش میره فرسوید که صندلیش رو بکشه کنار بنشینه. ما قدر این چیزامون رو نمیدونیم هم مثلا آنه که راستی برای که ما افتخار رو نمیشناسیم. اولی کاری که میکنیم کلاه کف میذاریم سر برشم، هر جا رفتیم همون جوری میشیم. اون فیلم نفتی که فولادبند هر 2 ساعت یه دفعه نشون میداد، البته از ناچاری چون دیگه ای نداشت. در یک سپینی افتاده بود فولادبند، راهی نداشت جز اینکه مثلا میکروفون انجمن پادشاهی ایران رو بده دست آقای کاظمی که بعدم بهش فرص بده و بعدم بیاد نمیدونم صفحه بداره پشت سرشو. میکروفون انجمن پادشاهی ایران رو بده دست آقای امیرانی که از گفتن یه جمله ساده عاجز بود. میکروفون انجمن پادشاهی رو بده دست خانم صفاری که یهو بذاره زنده بگه من دیگه مبارزه نمی کنم، همین که فولادبند رفت اومد من مبارزه نمی کنم. میکروفون انجمن پادشاهی رو بده دست خانم روزیتا، یه جمله ساده نمیتونه بگه. این اشتباهاتی بود که جبران ناپذیر بود. هم بدن آنگرانی فولادبند کرد
و هوشنگ هرگز از این اشتباهات نخواهد کرد. خیالتون راحت باشه. چون من هیچ قولی به کسی نمیدم. من کسی نیستم. بدون ملت ایران. بدون مبارزان راستی. هر دو سال یه بار فولادبند نوار نفت میذاشت. $2 از هر بشکه نصیب ملت ایران میشه. این $2 هم صرف خریدن تیر و توپک و خفه کردن همون ملت میشه. یعنی از این درآمد هیچ چیز عاید ملت ایران نمیشه. جز تیر و توپک، جز گور دست جمعی، جز تکفیر احمدی نژاد، جز تیر خلاص احمدی نژاد، جز ترفتندگی و دربدری در خارج از میهن، این نصیب نفت ملت ایرانه. رکن دیگری که جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داشته، به طرف هم سوگند، به یزدان پاک سوگند که جز پاک ایران هیچ چیز دیگری نیست. نفت گنگ سرهای بین‌المللی رو سر جاشون میشونه و همراه جمهوری اسلامی میکنه و سر سخت بردگان ایرانی رو در خارج از میهن سر به سر من نداری. به راستی سوگند که من آبروی از دستی باقی نخواهم گذاشت. دست برداری. هر جا که رد پای فرق هست به راستی درد در یه ملت ایران همون جا هست. از پاکه این را کجا بیاد؟ چی میگیره اینا رو؟ چگونه هستن این سخت پردگان در ارتباط جمهوری اسلامی؟ فرش ایران در خارج از میهن از درون میهن عرض و سره. عجیب غریبه ها. به وقتی عجیب غریبه. یه ماشینی که ما اینجا $10,000 میخریم در درون میهن باید $40,000 پول بدیم، ولی یه فرشی که ما در درون میهن باید $2,000 بخریم اینجا بخریم $900. خیلی حرفه. عجیب معامله، عجیب غریبی همه منابی گرامی. اگر بدای جمهوری اسلامی سر ما آورده. رکن دیگری که براستی دمار از روزگار ملت ایران در آورده هموطنان گرامی، مزدوران خارجی هستند در ایران. با یک هموطن صحبت می کردم، می گفت داری تو خیابون را میری، یه نفر میاد با نقاب، یه باتوم، یه تفنگ هم دستش، می گیرتت می گذاشت تو ماشین، تموم شد، گم شد. این شخص دیگه پیداش نمیشه. چاقو رو میذاره از زیر شکمش پاره میکنه تا زیر حلقومش. هیچ دردش هم نمیاد. نه هم وطنشه، نه به قول معروف. دوشانی داره. سکه پاره دارن میکنن ملت ایران رو.